دوستان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، سلام بر شما. در هفتمین روز ماه مبارک رمضان با شما همراه هستیم. با ما و با لحظات عارفانه رمضان همراه باشید. تو واقف اسرار من آنگاه شوی، که از دیده و دل بنده آن ماه شوی. روزیت اگر به روز من بنشاند، از حالت شبهای من آگاه شوی. ای لطف تو دستگیر هر رسوایی، وی عفو تو پرده پوش هر خودرایی. بخشای بدان بنده که اندر همه عمر، جز درگه تو دگر ندارد جایی. اول قدم از عشق سر انداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اول این است و آخرش دانی چیست؟ خود را ز خودی خود به پرداختن است. هر ملتی برای نجات خیش باید به نبرد با ستمگران و متجاوزان برخیزد، و این در کلام علی علیه السلام همان لباس تقواست. به تأکید همانا جهاد و مبارزه انقلابی دری از درهای بهشت است که خداوند به روی بندگان خاص خود گشوده است و پوشش و حفاظ آزادگی و رهایی است. جهاد و مبارزه انقلابی همچون زره محکم سپر و نگهبان ارزش‌های توحیدی و انقلابی است. هر کس از آن فاصله بگیرد، خداوند لباس ذلت و خاری و ردای بلا و گرفتاری به او خواهد پوشاند. آن کس که مبارزه را کنار می‌گذارد، به بیراهه می‌افتد، به نکبت و بیچارگی گرفتار می‌شود و در زیر سلطه ستمگران از عدل و انصاف محروم می‌گردد. رمضان است و ماه ادراک و ماه شناخت حقیقت دین و ماه درک جایگاه انسان، و گویی که خالق این هستی و آورنده پیام رهایی برای انسان در این اندیشه بوده که هر سال روزهای مشخصی رو به طور خاص برای این کار اختصاص بده، تا بشر در ساعاتی که به طور ارادی از خوردن و نوشیدن دور شده کمی به این بیندیشه که از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ و به کجا می روم؟ در هر حال لحظات مبارکی است، چرا که این وقوف و این اشراف برای هر کس منشأ خیر و پیشرفت در درک مسئولیت انسانی خودش خواهد بود. ای قاصد جان من به جان می ارزی، ای قاصد جان من به جان می ارزی. جان خود چه بود؟ هر دو جهان می ارزی. این عالم کهنه آن ندارد بی تو،
آن از تو طلب کنم که آن می‌ارزی. ای کاش که من بدانمی کیستمی، در دایره حیات یا چیستمی. گر پنبه قفلتم نبودی در گوش، بر خود به هزار دیده بگریستمی. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، الذی انزل فیه القرآن. با سلام به بینندگان عزیز و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما ادامه میدیم داستان هود و قوم عاد رو. از وضعیت قوم عاد، دعوت هود پیامبر و گفتگوش با قومش در برنامه‌های قبل گفتیم. ادامه میدیم داستان رو با عکس العمل‌های لجوجانه قوم عاد در برابر هود پیامبر. قوم عاد در برابر اندرزهای پرمهر حضرت هود علیه السلام به جای اینکه پاسخ مثبت بدن، به لجاجت و سرکشی پرداختن. باز صراحت اونو تکذیب کردن، که از سوره شعرا ادامه میدیم. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. برای ما تفاوت نمیکنه چه ما رو اندرز بدی چه ندی، خودتو بیهوده خسته نکن. ان هذا الا خلق الاولین. روش ما همون روش پیشینیانه و از اون دست نمیکشیم و ما مجازات هم نمیشیم. این تهدیدایی که تو میکنی که اگه راه درست رو نگین، راه درست رو پیش نرین، مجازات میشین و این حرفا، اینا نه، ما قبول نداریم، دروغه. فکذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. تکذیب کردن حضرت هود و ما هم هلاکشون کردیم. قطعا در این ماجرا عبرتی است، ولی اونا بیشترشون ایمان آورنده نبودند. از همین فراز کوچک که در سوره شعرا اومده این نکات مشخصه. بی تفاوتی و بی مرزی و اناد ورزی و ماندن در گذشته و در ارتجاع و زندگی آنچنانی خود، حاضر نشدن برای کندن از گذشته به سوی آینده برتر و رهاتر، خب این مجازات ده. او تو دینامیک مجازات میشه. نکته بعد، چرا به روش پیشینیان تاکید میکنند؟ آیا واقعا مسئله اعتقادیه یا چیز دیگه ایه؟ دقیقا مسئله طبقاتی است، منافع. از اونجا که نسلا در نسل اشراف و طبقه مرفه بودن، با تاکید بر این مسئله و علم کردنش در جهت حفظ طبقه خودشون که تمام سرمایه و امکانات رو در دست دارن و بقیه مردم طول اونها هستن، در جهت حفظ اون نظام دارن حرکت میکنن. نه اون موقع، الان هم اینجوریست. اونها که عناد میوزن با حق و حقیقت، با منافع مردم و با مسیر تکامل، بر ارتجاع خودشون استوارن، چون منافعشون توله. چیزی که با منطق یکتا پرستانه و ضد استثماری توحید که ضدیت بنیادی با طبقاتی کردن جامعه و مردم داره ذره همخونی نداره. نکته بعد، این چنین است که حق و حقانیت رو تکذیب میکنند بر اساس داستانی که گفتیم تا اینجا، و بی تردید محصول این لجاجت و عناد و دروغ بستن عذاب، هلاکت و حذف این قانون منده.
فقط نمیگه عذاب، بلکه قرآن عبارت هلاکت رو به کار میبره، یعنی نابودی جریانی که حق ستیزه و در مقابل تکامل میسته. و قطعا این عبرت برای هر قوم و جریان حق ستیز و مرتجعی که دیر یا زود با هلاکت و نابودی قرین خواهد بود. همین معنا و مفهوم در سوره احقاف آیات 21 به بعد نیز اومده. و برادر عادیان را بیادار، آنگاه که قوم خیش را در ریستان هشدار داد، در حالی که پیش از او و پس از او نیز قطعا هشدار دهندگانی گذشته بودند که اینا را گفته بودند که جز خدا رو مپرستید، به راستی من بر شما از عذاب روزی هولاک میترسم. گفتند آیا آماده ای که ما رو از خدایانمان برگردانی؟ یعنی به قوم عاد به هود داره میگه، پس اگر راست میگی عذابی رو که به ما وعده دادی بیار. حالا ببینیم چه خواهد شد. چون زمان تمومه، این که چه خواهد شد رو اجازه بدید در برنامه بعد با هم پی بگیریم. خدا نگهدار شما. یکی از خیانت‌های خمینی و رژیم او خالی کردن کلمات از محتواشون بوده. یکی از اون کلمات تقواست. حالا معنای اصلی تقوا به درستی چیست؟ ویژگی‌های تقوا رو باید از شاخص اون شنید. حضرت علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه اینطور گفته: جهاد دریست از درهای بهشت که خداوند برای بندگان ویژه خود گشوده است. جهاد و مبارزه لباس تقواست. بنابراین مبارزه بر علیه ظلم و بیداد نشانه تقواست. الوارث الرشيد
شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تو را در شگفت آورد آن کسی که اظهار مهرت نماید بسی، مگر با دروغین کلامی خطا به دست آورد مال دارالفنا. بگوید همانا که یکتا اله به صدق سخنهای ما شد گواه، همانا که این شخص خار و درو بود بهر دین بدترین عدو. چو از محضر تو بگردی دور ورا کار باشد فساد و فجور، بکوشد بدان فتنه و کار شر که بردارد از جای نسل بشر.
فقال